بیستو سیم ایونی سال 2022 با فرمایش ریکتور دانشگاه ملی تاجیکستان و در موافقه با حکومت جمهوری تاجیکستان، محقق مسائل حقوق کودک قربان‌الی‌زاده نورالله شمس‌الله، دکان فاکولتت رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تعیین گردید. رشته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در طول 10 ساله‌ها یکی از پرنفوذترین رشته‌های تحصیلات عالی در تاجیکستان به شمار می رود و اکثر رهبران سطح اول مقامات حفظ حقوق جمهوری دست پروران امین رشته اند. نورالله قربان‌الی زاده تا تعیین شدنش به وظیفه دکان در دستگاه مجلس ملی یعنی امرو با رستم امام‌علی کار می کرد. قربان‌الی زاده نورالله 17 مارس سال 1988 به دنیا آمده، سال 2005 لیسه اینترنت پرزیدنتی برای بچه های بولایقات شهر دوشنبه و سال 2010 رشته حقوق شناسی اون وقت دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان با دیپلم اعلی ختم کرده است. نورالله قربان‌الی زاده سالهای 2010-2011 همچون لبرانت کافدره حقوق گرجدانی، سالهای 2011-2015 اسیستنت امین کافدره، سالهای 2015-2017 معاون دکان فاکولته حقوق شناسی، سالهای 2017-2018 در مقام سردار ریاست علم و نوآوری تکنیکی دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت نموده است. از سال 2018 تا سال 2020 به حیث سرمتخصص ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده، از سال 2020 تا 2022 مدیر شعبه حقوق دستگاه مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان بود. مسئله های وضع حقوقی سوبیکتان حقوق گرجدانی، حقوق کودک، اطلاعات و مالکیت ذهنی از موضوع های تحقیقاتی علمی او می باشند. او سال 2017 دسنت کافدره حقوق گرجدانی فاکولتت حقوق شناسی تعیین گردید. قربان‌الی زاده از فنهای حقوق گرجدانی، حقوق منزل، حقوق اویلوی و کورس مخصوص حقوق نوبالغان به شاگردان درس گفته، مؤلف بیش از 50 کار علمی و تحقیقاتی و علمی و متدی می باشد. او سال 2017 عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده است. به امر رئیس مجلس ملی از 7 سپتامبر سال 2021 با رتبه مشاور عدلیه درجه 1 سرفراز گردانیده شده است.